بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت محصلین عزیز. جلسه 12 درس فقه رو با هم شروع می‌کنیم. جلسه گذشته ما آخرین موضوعاتی که توضیح دادیم خدمت شما در مورد فسیل‌ها و ترکیبات سازنده فسیل‌ها بودک، این که فسیل‌ها از تمامی موجودات زنده وجود ندارند و چون وجود ندارند و تعدادی از موجودات فسیلی از خود باقی نگذاشتند، اطلاعات و ناقص نسبی و حالت غیر مستقیم رو داره. توضیحات در مورد دستورالعمل کلی برای تکامل خدمت شما توضیح دادیم و بعضی از تحلیل و تفسیرهای تغییرات تکاملی در طی زمان توضیح دادیم. اگر ما نگاه کلی به این که تکامل چه مسیری پیموده، میشه گفت از ابتدا از این که کره زمین به وجود آمده و پروسه های تکاملی خیلی زیاد طی کرده، ما خیلی سرانه، خیلی اطلاعات، خیلی مدارک علمی معتبری از اون زمان برای ما باقی نمانده. مثلا بعضی از مدارک علمی مثل فسیل ها باقی مانده، مثل بعضی از سرنخ های حیات باقی مانده، مثل ترکیب بعضی از سنگ ها باقی مانده، اما مدارک کامل نیه که ما بتونیم تکامل کل جهان، تکامل کره زمین و کل یونیورس یا جهان بتونیم درست حدس بزنیم و بفهمیم. گرچه در مورد مراحل تکاملی کل یونیورس نظریات قوی مثل بیگ بنگ یا انفجار بزرگ که به این نظریه در حقیقت معتقد هستند که کل کائنات یا یونیورس در اثر یک انفجار بزرگ به وجود آمده و تمام یونیورس در ابتدا متراکم بوده و بعد از این انفجار یا بیگ بنگ لحظه به لحظه و انبساط کل یونیورس افزوده شده. در بعد از انفجار در حقیقت بزرگ یا پیدایش کل کائنات، پیدایش یونیورس، ابتدا ساده ترین اتم ها و ساده ترین ترکیبات سازنده یا به عبارت دیگه ساده ترین اتم ها به وجود آمدن از تحت شرایط خاصی از اتحاد تعدادی از اتم ها، مولکول های کوچک یونیورس ها ایجاد شدن تحت شرایط ویژه و در نهایت آهسته آهسته مولکول های کوچک جای خود رو به مولکول های بزرگ دادن و نهایتا منجر به تشکیل اجزای سازنده استارس یا ستاره ها، سیاره ها و کهکشان ها شدن. و بعد از اینکه مثلا سیارات به وجود آمدن، ستاره ها به وجود آمدن، کهکشان های مثل میلکوی یا کهکشان راه شیری به وجود آمد، آهسته آهسته در بعضی از سیارات مثل سیاره زمین یا ارت مولکول های کوچک و عضوی نهایتاً ایجاد شد. نحوه به وجود آمدن مولکول های کوچک و عضوی بر اساس نظریات تکاملی در روی کره زمین ما این برای شما توضیح بدیم. ما برگردیم به زمانی که ابتدا کره زمین به وجود آمد، سیاره زمین به وجود آمد و ما این توضیح بدیم به چه ترتیب در سیاره زمین آهسته آهسته اتمسفر یا اتمسفر تشکیل شد، اجزای تشکیل دهنده ی اتمسفر چیا بودن و به چه ترتیب آهسته آهسته زمینه برای به وجود آمدن ابتدایی ترین موجودات زنده فراهم شد. بعد از تشکیل در حقیقت سیارات مثل سیاره زمین و ستاره ها که به صورت کلی در این دو خط برای شما توضیح دادیم، گفتیم جهان با یک انفجار ایجاد شد، آهسته آهسته اتم ها و تعدادی از اتم های کوچک به وجود آمدن، اتم ها با هم دیگه تعدادی از اونها تحت شرایط خاصی یک جا شدن، مولکول های کوچک سازنده کهکشان ها ایجاد کردن، این مولکول های کوچک مولکول های بزرگ را ساختن و مولکول های بزرگ ستاره ها، سیاره ها و کهکشان ها ایجاد کردن. فرض کنین یکی از این سیاره ها در زمان گذشته سیاره زمین به وجود آمد. در ابتدا در سیاره زمین از اتحاد پارتیکل ها یا ذرات بسیار کوچک اصطلاحاً در بعضی از علوم به اسم پارتیکل فیزیک یا فیزیک ذرات مطالعات وسیعی در مورد این ذرات زیر اتمی و اجزای سازنده از اونا که کوارک ها می باشه در فیزیک کوانتومی و همچنین فیزیک ذرات یا پارتیکل فیزیک در مورد از اونا، در مورد پیدایش از اونا، خصوصیات از اونا و هر چیزی که مربوط حرکت از اونا و هر چیزی که مربوط به از اونا هست توضیح داده میشه. در ابتدا حال ما خیلی کلی توضیح بدیم، خارج از تخصص و بحث ما هست و موضوع اگر قرار باشه وارد جزئیات بشه بسیار طولانی، پیچیده و خارج از تخصص ما خواهد بود. نوترون ها، پروتون ها و الکترون ها تحت شرایط خاصی در نهایت در جو کره زمین ابتدایی
ساده ترین مولکول ها به وجود آوردن، ساده ترین اتم های و مولکول ها ایجاد به وجود آوردن که ابتدا اتم هیدروژن در جو کره زمین از اتحاد یک الکترون و یک پروتون ایجاد شد. بیشترین ماده‌ای که در جهان حتی خارج از کره زمین بعد از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ موجود بودک و به وجود آمد، در حقیقت با توجه به مطالعات و با توجه به سرنخ‌هایی که از تکامل یونیورس به وجود آمده یا در حقیقت evolution of universe به وجود آمده، ظاهراً گاز هیدروژن یا H2 بوده که در حتی در جو و کره زمینی هم که در حدود یک موجود زنده حتی باکتری و ویروس هم نبودن، کل کره زمین گاز هیدروژن فرا گرفته بود. آهسته آهسته عناصرهای دیگه تحت این شرایطی که به صورت خیلی کلی و خلاصه برای شما توضیح میدیم از هیدروژن به وجود آمدن. یعنی اول جو و کره زمین هیدروژنی بوده، بعد از هیدروژن عناصرهای دیگه ایجاد شده. چی رقم؟ وقتی ما به ساختار هیدروژن نگاه میکنیم، یک الکترون داره و یک پروتون داره. تحت شرایط خاصی در جو کره زمین ابتدایی بعضی از پروتون ها آهسته آهسته در اتم هیدروژن به دام افتادن و ایزوتوپ های هیدروژن ایجاد کردن. ما اگر خاطر شما باشه دو تا ایزوتوپ از هیدروژن داریم. ایزوتوپ ها رو تعریف میکنیم در علم شیمی و کیمیا، میگیم اتم های از در حقیقت عنصرهای از یک اتم یا اتم هایی که دارای نمبر اتمی یکسان اما کتله اتمی متفاوت دارند. در حقیقت ایزوتوپ ها تفاوت در تعداد نوترون های خود دارند. خب فرض کنین اتم هیدروژن که ایجاد شد، آهسته آهسته تحت یک شرایط خاص یک نوترون برای اتم هیدروژن اضافه شد و یک ایزوتوپ جدید ایجاد شد. وقتی با هیدروژن که یک الکترون و یک پروتون داره یک نوترون ایجاد بشه، از هیدروژن ایزوتوپی ایجاد میشه به نام دوتریوم، به نام دوتریوم یا با دیدو همون نشان میده. اگر باز به دوتریوم یک نوترون دیگه اضافه بشه، یک ایزوتوپ دیگری از هیدروژن ایجاد میشه به اسم تریتیوم. آهسته آهسته بر اساس مطالعاتی که انجام شد مشخص شد تعدادی از ستاره هایی که حتی در حال حاضر هم در کهکشان راه شیری وجود دارن، در حقیقت از تراکم هیدروژن و ایزوتوپ های از اونها ایجاد شدن و در حقیقت ستاره های ابتدایی، هسته های ستاره های ابتدایی به صورت کلی بر اساس نظریاتی که وجود داره از تجمع گاز هیدروژن ایجاد شد. نظر فعلا قالبی که وجود داره و بیشتر روی از این بحث میشه اینه که همون بحث انفجار بزرگ یا بیگ بنگ. انفجار رو اگر بنگ بگیم و بزرگ رو هم بیگ بگیم، بیگ بنگ یک نظریه بسیار بزرگی در مورد خلق یا به وجود آمدن یونیورس توسط خداوند است. نظر دیگه اینه که میگه کهکشان ها در اثر انفجار بزرگ وجود آمدن و چیزی برمیگرده این انفجار بزرگ به چیزی در حدود 5 تا 10 میلیارد سال. شما فرض کنید تمام کائنات از یک نقطه بسیار کوچک ایجاد شد، این نقطه این منفجر شد به دلیل از اینکه حالا شرایط خاصی دیش و در حقیقت شرایط ویژه‌ای روی از حاکم بود، در اثر یک انفجار تمام کائنات از این نقطه شروع شد و کل یونیورس لحظه به لحظه شروع به انبساط. همونطور که برای شما به صورت کلی توضیح دادیم، تعدادی از حتی ستاره ها از هیدروژن متراکم به وجود آمدن و با توجه به توضیحی که در اسلاید گذشته دادیم، اتم های ساده، مولکول ها، مولکول های بزرگ و ستاره ها و سیاره های مثل کره زمین ایجاد شد. زمینی که در ابتدا وجودی زمین اولیه در با زمینی که در حال حاضر وجود داره از خیلی از لحاظ‌های خود و مخصوصا از لحاظ ترکیب گازی در حال حاضر بسیار متفاوت. زمین اولیه یک ترکیبی از 4 عنصر یا 4 گاز مختلفه که شامل در حقیقت آمونیا، شامل متان، شامل هلیوم و گاز هیدروژن بود که تمامی عنصرها در حقیقت از اتم هیدروژن، ابتدا اتم هیدروژن بود، مولکول هیدروژن ایجاد شد، ایزوتوپ های هیدروژن ایجاد شد، هلیوم ایجاد، کاری که هلیوم به وجود آمد و نهایتاً متان و آمونیوم به وجود آمد. تحت شرایط خاص در حال حاضر هم در اثر پروسه های کیمیایی که در کتاب های فارسی به اسم همجوشی گفته میشه، دائم داره هیدروژن به هلیوم در خورشید تبدیل میشه و انرژی خورشید از اثر همین تبدیل ها ایجاد میشه
که حتی بعضی از دانشمندان تخمین بزنن این تغییر و تبدیل ها بعد از مدتی، مثلا بعد از این مدت خاصی که تخمین زده شده، به پایان میرسه و خورشید روزی خاموش خواهد شد. زمین اولیه در حقیقت ترکیبی از اینها بود، همون که گفتیم همگی از اون از هایدروژن به وجود اومد. طریقه به وجود اومدن هایدروژن رو هم که گفتیم، پس اول هایدروژن، بعد اتم هایدروژن، اول اتم هایدروژن، بعد مولکول هایدروژن، هلیوم، متان و آمونیا ایجاد شد. در نهایت اتمسفر حال حاضر، اما وقتی ما اتمسفر حال حاضر نگاه میکنیم، بر علاوه از اینکه ممکنه دارای این گازها باشه، ترکیب از گازهای دیگه هم مثل نایتروژن که 78% یا درصد ترکیب هوا در هوای غیر آلوده تشکیل میده، نایتروژن به خود تشکیل میده، چیزی حدود 20 تا 21% یا 21% گازی که در اتمسفر یا در جو امروزی وجود داره گاز اکسیژن هست و مابقی در حقیقت چیزی در حدود 1% نوبل گیسس یا گازات نجیب و یا آلودگی های هوا که ممکنه کاربون دای اکساید یا کاربون مونو اکساید باشه. زمانی که شهاب سنگ ها یا همین ستاره های دنباله داره که گاهی وقتا ما در شب های ممکنه اونها رو دیده باشیم به زمین برخورد میکنن، در حقیقت شهاب سنگ ها تکه های سیارات یا حتی ممکنه ستاره هایی باشه که هزاران سال و یا میلیون ها سال قبل منفجر شدن یا سیارات دیگه یا شاخسنگ های دیگه به ما برخورد کرده، به ما تکه تکه کرده و به صورت اتفاقی تعدادی از تکه های از اونها به طرف زمین آمدن. وقتی ما این شاخسنگ ها که به زمین برخورد میکنن نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، اگر وارد جزئیات از اونها بشیم میتونیم بفهمیم که ترکیبات سازنده از اونها در حقیقت ترکیبات سازنده اون سیاره بودن که از طرف از اون پرتاب شدن. بیشتر شهاب سنگ هایی که به طرف کره زمین آمدن معمولا از این ترکیبات ساخته شدن، بیشتر آهن و نیکل بودن، تعداد زیادی از اونها و تعداد دیگه داره ترکیبات سختی بودن که در ساختار از اونها همچنین ترکیبات کاربوندار کندریتی بودن که منشأ های غیر زمینی داشتن، یعنی اصلا اینها در زمین وجود نداشتن و از سیارات دیگه به طرف کره زمین. وقتی میام تجزیه طیف نور با دیگه سیارات مورد مطالعه قرار بدن، 6 عنصر اساسی در بدن جانداران مورد مطالعه قرار میگیره یا ایت استنباط میشه که 6 عنصر اساسی در بدن جانداران وجود داره که 4 تا از اینا از همگی مهمتر هست و در حقیقت فراوانترین عنصرهای منظومه شمسی به خود اختصاص میده، شامل هایدروژن، کربن، نایتروژن و اکسیژن. اگر از لحاظ فیصدی بگیم سلفر یا گوگرد نهمین عنصر از لحاظ فراوانی در کل در حقیقت منظومه شمسی یا کهکشان حتی راه شیری هست. همچنین فسفرس یا پی 16 عنصر منظومه شمسی هست. اتمسفر دیگر سیاراتی که از خورشید دورتر هست کمتر از همه در حقیقت تغییر کرده. اینجا در حقیقت داره تجزیه طیفی نور بعضی از سیاره ها نشان میده، نوری که از تعداد سیاره میاد تجزیه میکنه و از روی تجزیه از اینها و مطالعاتی که روی از اون انجام میشه میشه در مورد ترکیباتی که در اونها وجود داره هم یک سری حدسیاتی زد. در اتمسفر سیارات دورتر از خورشید معمولا بیشتر هایدروژن، هلیوم و متان وجود داره، مثلا در زحل و مشتری ترکیباتی مثل آمونیا وجود داره که از اثر ایجاد شدن نایتروژن و هایدروژن ایجاد شدن. پیدایش حیات در حقیقت در روی کره زمین بعد از ایجاد یا به وجود آمدن این گازها بود. پس ما اول گفتیم کره زمین چی را هم ایجاد شد، بعد توضیح دادیم که بیشتر جو کره زمین دارای هایدروژن بود، بعد توضیح دادیم هایدروژن از هایدروژن ایزوتوپ های از اون به وجود آمد، بعد از ایزوتوپ های هایدروژن عنصر های دیگه مثل هلیوم، متان و آمونیا ایجاد شد. بعد از اینها استایست جو کره زمین پر از این گازها شد و تحت یک آزمایشی که در این قسمت دلش ما نشان میدیم استایست ما توضیح بده از این ترکیبات، یعنی هایدروژن، هلیوم و متان، آمونیا یا از اتمهای سازنده از اونها استایست امینو اسیدهای خیلی خوردی ایجاد شد و استایست ساده ترین پروتئین ها که ابتدایی ترین ماکرومولکول های سازنده کل موجودات زنده هستند ایجاد شد. پس ابتدا و ترکیبات بودن، یعنی اینها به وجود آمدن که تمام مراحل به وجود آمدن اینها رو از قبل بهش به صورت کلی توضیح دادیم. بعد از اونها تحت شرایط خاصی امینو اسیدها ایجاد شدن و بعد از امینو اسیدها در نهایت پروتئین ها به وجود آمدن.
دانشمندانی به اسم استنلی میلر و هارولد یوری، دو تا دانشمند، آمدن شبیه سازی کردن نحوه به وجود آمدن امینو اسیدها و پروتئین ها در جو کره زمین مربوط به چند میلیارد سال گذشته رو آمدن شبیه سازی کردن که مثلا چیزی در حدود 2.5 میلیارد سال یا 2.8 میلیارد سال گذشته یا نزدیک به 3 میلیارد سال گذشته چی رقم اولین امینو اسیدها ایجاد شدن، باز چی رقم از امینو اسیدها پروتئین ها به وجود آمد و به چه ترتیب از پروتئین ها ابتدایی ترین مولکول ها و ابتدایی ترین سلول های زنده حیات که ما اونها تحت یک نامی به اسم پروتوسل ها معرفی میکنیم اینها بود. پس آزمایش مهمی که اینا انجام دادن شبیه سازی کردن که چی رقم امینو اسید و پروتئین به وجود آمد. در حقیقت استنلی میلر و هارولد یوری یک راه احتمالی ایجاد پروتئین ها معرفی کرد. اینا گفتن خب در جو او زمان در جو 3 میلیارد سال گذشته کره زمین گازاتی مثل آمونیاک بود، NH3، مثل متان CH4، مثل هیدروژن یا H2 و آب وجود داشت، بخارابی ها H2O. اینا ها معمولا اگر تحت یک سیستم بسته قرار بگیرن همگی در یک جا باشن، چون در اون زمان جو کره زمین یا کره زمین گرمتر از حال حاضر بود، اینها را آمدن که دانشمندا در یک ظرف در راسته مخلوطی چهار گاز قرار دادن و اینها را آهسته آهسته حرارت دادن. ابتدا بخار آب را حرارت دادن، این بخارات آب از گرما از اون استفاده شد، دارای مولکول آب هم از اینها بخار شدن و با این سه گاز دیگه که در این قسمت شامل هیدروژن و شامل آمونیاک و میتان هست یک جا شدن. گرچه آزمایش خطرناکه، در لابراتوار قابل اجرا نیست چون گاز هیدروژن داره و گاز هیدروژن اگر مواظب نباشیم از جمله گازاتی هست که ممکن، حتی متان از جمله گازاتیه که باعث اشتعال و حتی انفجار میشه و خطرناک هست. بنابراین آزمایش تحت شرایط ویژه‌ای با فیسدیای خاصی ایجاد میشه. اما اونا آمدن یک ظرف گرفتن، داخل از آب ریختن، حرارت دادن و از محفظه دیگه سه گاز دیگر هم که شامل متان، هیدروژن و آمونیا بود وارد از این کردن. اینها مولکول های بخار شده آب بود، با این سه گاز یکجا شدن و اینها نهایتا به یک محفظه دیگه آمدن. در این محفظه چون در جو کره زمین او زمان رعد و برق یا ما بعضی از مردم ها به اسم صاعقه میگن و بعضی از مردم افغانستان اسم الماسک هم میگن، حالا من ارسان آمد به کار میباریم، رعد و برق یا صاعقه یا الماسک که در بعضی از جاها گفته میشه، در بعضی از مردم سمت شمال میگن، یک جرقه زدن، در حقیقت شبیه سازی رعد و برق کردن. پس مخلوط این گازها وارد این محفظه شد، اینجا جرقه زده شد، دو تا الکترود مثبت و منفی قرار مثل جریان برق که جرقه میزنه، جرقه زده شد و در حقیقت این جرقه به عنوان یک اکتیویشن انرژی یا انرژی فعالسازی که مثلا در کیمیا شاید خونده باشیم بعضی از تعاملات اندوترمیک هستن، یعنی باید حرارت وارد از اونها بشه، انرژی به اونها داده بشه تا اینها انجام بشن. و در حقیقت این جرقه که گرمای آزاد کرد، این گرما منجر به یک اکتیویشن انرژی شد تا بتونه این انرژی فعالسازی گازهای مثل آمونیا یا NH3، مثل متان یا CH4 و مثل هیدروژن یا H2 و بخار آب یا H2O با همدیگه یکجا کنه و در نهایت اینها بعد از رعد و برق به صورت، چون در این قسمت کاندنسورها یا متراکمسازها یا سرد کننده های وجود داشت، اینها به صورت قطراتی که حال اینجا به رنگ سرخ نشان داده در این ظرف جمع آوری شده. بعد از مدتی که آمدن مطالعه کردن دیدن داخل از اینا وقتی تجزیه کردن یه دیدن خوال درست قسمت اعظم از این آب هست، اما داخل از اون یک سری از ترکیباتی که ما در حال حاضر به اسم امینو اسید هم میگیم وجود دارن، امینو اسید ها هم هست. به این ترتیب ابتدایی ترین امینو اسید ها در همین تست ساده ایجاد شده، در همون جو تست ساده ای که استنلی میلر و هارولد یوری انجام دادن در این مایه وجود آمدن و این فرضیه تقویت کرد که ممکن ابتدایی ترین امینو اسید ها هم که سازنده پروتئین ها هستن در جو ابتدایی به می ترتیب به وجود آمده باشن. اینجا همین موضوع داره توضیح میده، میگه پس از چند این قسمت ابتدا جو حامل این ترکیبات بود، آمونیا و متان و هیدروژن و خراب میگه در یک سیستم بسته به جریان انداخته شد، اینجا میگه کامل باید سیستم بسته باشه، باز نباشه که گاز از یک جا بیرون بشه. سپس آنها را تحت اثر تخلیه الکتریکی قرار دادن، مثلا رعد و برق، یعنی تخلیه الکتریکی
تکنیکی یا جرقه ما که ما میگیم زده میشه. پس از چند روز در آبی که در دستگاه جمع شد، پس از چند روز مخلوطی از امین اسیدها پیدا شد. امکان داره که اثرات تخلیه الکتریکی بر اتمسفر اولیه موجب ساخته شدن مولکول‌های مشابه موجودات غیر جاندار باشه. پس رعد و برق که زده شد یا همون تخلیه الکتریکی در حقیقت سبب ایجاد امین اسیدها شد. آیست آیست با همین متد چون امین اسید هم ایجاد شد، حالا این چهار ترکیب یک ترکیب دیگر هم به وجود آوردن امین اسید. تحت شرایط ویژه تر، جایی که از کره زمین گرم تر بود، رطوبت بیشتر بود، آمونیاک کمتر بود، آمونیاک بیشتر بود، نوعهای بیشتر امین اسید در جاهای دیگه ایجاد شد. پس با یک امین اسید سر و کار نداشتیم با نوعهای مختلف. باز تحت شرایط خاص در اثر تراکم ها، در اثر فشارها، در اثر گرماها و درجه حرارت‌های مختلف تعدادی از این امینو اسیدها با هم دیگه یکجا شدن و تونستن پروتئین‌ها آهسته آهسته نوکلیک اسیدها که شامل RNA و DNA هست به وجود آورن و لحظه به لحظه بر تعداد این ماکرومولکول‌ها و همین ترتیبی که امینو اسیدها ایجاد شدن افزوده شد و نهایتاً مثلا بعد از امینو اسید پروتئین‌ها، انواع پروتئین‌ها که مثلا ما 4 ساختمان اساسی از پروتئین‌ها داریم، نوکلیک اسیدها مثلا با استایس ترکیبات دیگه که اجزای سازنده بدن موجودات هستند وجود دارد. سنتز هیدروکربن ها نوکلیک اسید به همین ترتیب ایجاد شده و به دلیل نبود موجودات زنده با اکسیژن محفوظ مانده بود. این مایعی که در نهایت در دریاها قرار گیری و همینطور که ما توضیح هم میدیم میگیم ابتدایی ترین موجودات در دریاها وجود آمدن. اولین دسته از موجودات خیلی خردی بودن که در آبها ایجاد شدن و چون آبها امین اسیدها داشتن، پروتئین‌ها داشتن و این مایعات ابتدایی که در جو کره زمین ایجاد شدن و روی زمین قرار گرفتن و دریاچه‌ها را آهسته آهسته ایجاد کردن، اینا رو نام ارگانیک سوپ میگیم یا سوپ عضوی هم گاهی وقتا میگیم، مثلا سوپ حیات به عبارت دیگه، یا شالوده حیات، مایع حیاتی که کل حیات و تمامی موجودات زنده به وجود آمدن، همین مایع شبیه سازی شده هست که دانشمند استنلی میلر و هارولد یوری به وجود آوردن و در حال حاضر این مایع یا شالوده اصلی به اسم ارگانیک سوپ یا سوپ عضوی یا سوپ در حقیقت ارگانیک گفته میشه نهایتاً به وجود آورد. در این قسمت هم موضوعات یک سری موضوعات توضیح میده که در مورد تکامل حیات از ابتدا تا آخر است، همچنین تکامل اتمسفر که باز توضیحات بیشتره در جلسه بعد خدمت شما توضیح خواهیم داد. پایان جلسه 12 تکامل، کانال دیپارتمنت سابسکرایب کنید تا از ویدیو مطلع بشین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.